برناندیشان تقدیم می کند. سلام، من شما که کارگاه توسعه برناندیشان رو بهتون معرفی کنم. اسم این کارگاه کارگاه پزشکی آموزش درمان فشار خون میشه، برده تخصصیه. فشار خون مقدار فشاری گفته میشه که توسط خون در جریان به دیواره رگ وارد میاد و یکی از علائم حیاتی است. فشار یک مفهوم فیزیکی است. مقصود از فشار اشاره به قدرت یک مایع متحرک است. فشار خون در نواحی نزدیک به قلب بیشتر و نسبت به فاصله گرفتن از قلب کمتر میشود. فشار خون با جریان یافتن به شاهرگ‌ها زیاد و به رگ‌ها کم میشود. اصول فشار خون در بخش‌های مختلف سیستم گردش خون متفاوت است. معمول‌ترین روش اندازه‌گیری فشار خون به وسیله فشارسنجی است که با استفاده از ارتفاع جیوه برای اندازه‌گیری فشار خون در حال چرخش در رگ‌ها استفاده می‌کنند. با اینکه خیلی از فشارسنج‌های فعلی دیگر از جیوه استفاده نمی‌کنند، ولی فشار خون هنوز در تمام دنیا با میلی‌متر جیوه یا همون اندازه‌گیری می‌شود. بیماری شناسی چیه؟ فشار خون نرمال در انسان در حالت استرس در حدود 90 تا 120 میلی‌متر و فشار خون خب بعد این که فشار خون 120 تا 129 میلی متر جیوه سیستول و زیر 8 دیاستول و این جزء دیگه هم هست. بعد مثلا پایین باشه یه اسم بهش میگن، بالا باشه یه اسم دیگه بهش میگن، مثل هایپرتنسیون فشار خون بالا، هیپوتنسیون فشار خون پایین. عوامل فشار خون قاتل خاموش. فشار خون بالا در اغلب اوقات علامتی ندارد. بسیار از مردم برای سالیان زیاد حتی بدون اینکه مطلع باشن مبتلا به این عارضه هستن. فشار خون بالا اگر درمان نشود باعث آسیب سرغک و برنامه حیاتی بدن میشود و همین دلیل به آن قاتل خاموش میگویند. حالا عواملش چیه؟ عواملی که باعث فشار خون میشه: سن، جنس، وراثت، چاقی و اضافه وزن، رژیم غذایی، دیابت، کم تحرکی، عوامل اجتماعی و روانی، دخانیات، الکل، مصرف سیگار، مصرف قرص ضد حاملگی، استرس، حتی نجات هم در فشار خون بالا مؤثر است. سفیدپوستان نسبت به بقیه بیشتر به فشار خون بالا مبتلا میشوند. خب علائم فشار خون بالا به دو دسته اول لسانی تقسیم می‌گردد. در دسته اول علت فشار خون بالا مشخص نیست، به صورت اولیه است. آفت و تاول زدن مخاط دهان هنگام بالا رفتن فشار خون در بعضی افراد دیده شده. در فشار خون ثانویه افزایش فشار خون به دنبال یک بیماری دیگر اتفاق می‌افتد و آن بیماری را می‌توان به عنوان علت افزایش فشار خون در نظر گرفت. در صورت کنترل بیماری اصلی پرفشاری خون به صورت مناسب‌تری کنترل می‌گردد. افرادی که مبتلا به فشار خون اولیه هستند ممکن است سال‌ها بدون علامت باشند و از بیماری خود اطلاعی نداشته باشند و زمانی متوجه بیماری خود می‌گردند که دچار علائم سرد تاری دید، اختلال دید، درد قبض سینه، سرگیجه و تنگی نفس و غیره می‌شوند که در واقع این علائم عوارض فشار خون بالاست. لذا تنها راهی که میتونیم در زمان مناسب به آن پی ببریم اندازه‌گیری دوره‌ای و منظم فشار خون به وسیله دستگاه فشارسنجه که توی پکیج کارگاه پزشکی آموزش درمان فشار خون ویژه برده تخصص تمام این نکات بررسی میشه و شما عزیزان میتونید برای تهیه پکیج مربوطه به وبسایت برناندیشان مراجعه بفرمایید.